سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان کانال عینک. ویدیوی امروز در مورد وجود خداست. این ویدیو به درخواست خانم فاطمه براری آماده شده و کامنت ایشون هم اینه که وجود و عدم وجود خدا رو چجوری میشه اثبات کرد، اگر ممکنه در این مورد صحبت کنیم. خب من از ترجمه یه سری از ویدیوهای پرطرفدار یوتیوب یه ویدیو براتون آماده کردم که خدمتون ارائه میدم، اما بد نیست که در این مورد هم صحبت کنم که در واقع اعتقاد به خدا یکی از راهایی که ما میتونیم با این دنیا مواجه بشیم. این دنیا پر از سواله برای ما، این دنیا پر از ترسه و وجود این همه سوال و این همه ترس باعث میشه که ما نیاز داشته باشیم که خدایی وجود داشته باشه که از ما حمایت کنه و یه جوابهایی رو به ما بده که ما مدت‌ها دنبالش میگردیم و ذهن ما همواره درگیره، چون ما تبدیل شدیم به یه سیستم فکری، یه سری از افکار، ما دائما درگیر افکار و اعتقاداتمون هستیم و با توجه به این مسائل حس نیاز به اعتقاد به خدا یه امر قابل درکه. موضوع اینه که این درک خدا و اعتقاد به خدا و استفاده از اون نیروی حمایتی که در ما ایجاد میکنه تا وقتی مفیده که ما اعتقاداتمون رو تو چشم دیگران فرو نکنیم. این که ما بخوایم اعتقادات خودمون رو به دیگران تحمیل کنیم و از دیگران بخوایم قانونهایی رو تبعیت کنن که ما اعتقاد داریم که از جانب خدا آمده، یا روشی رو برای زندگی انتخاب کنن که ما بهش معتقدیم، این دقیقا مخالف منظور ما از اعتقاد به خداست. وقتی قرار باشه اعتقاد به خدای زورکی باشه، اون هدف اولیه انسان برای اعتقاد به خدا که حس حمایت و حس پاسخ به تمام سوالاتی که داره هست، به ثمر نمیرسه. یعنی مثلا این ویدیو با وجود اینکه ترجمه یه سری از ویدیوهای پرطرفدار در یوتیوبه، اما همچنان با زاویه دید من ساخته شده، با اعتقادات من ساخته شده. ممکنه بعضی این ویدیو رو نگاه کنن و اعتقادات منو نپذیرن، این کاملا قابل قبوله، چرا که اعتقادات من بر مبنای تجربیات من، سیستم عقلی و فکری من و هویت من شکل میگیره و من از این لحاظ با خیلی ها متفاوتم، چون هیچ وقت من تو زندگیم با معجزه مواجه نشدم. هیچ وقت توی حساس ترین لحظات زندگیم هیچ خدایی نبوده که به من کمک کنه یا حداقل به من بگه چیکار کن. همیشه باید خودم تصمیم میگرفتم. از طرف دیگه خیلی از دیندارها رو میشناسم که به طریقی سنگ زیر پای من انداختن و حتی دستشون تو جیب من بوده. دولتیا رو عرض میکنم. به خاطر همینم به خودم حق میدم که با توجه به سیستم عقلی و منطقی خودم به دنیا نگاه کنم و تصمیم بگیرم که قراره با این مدت زمان باقی مونده از عمرم چه کار کنم و در چه موردی حرف بزنم یا در چه موردی فکر کنم. این مسئله در مورد شمایی که با من مخالف هستید هم صدق میکنه. اگر شما کسی هستید که بارها در طول زندگی با معجزه مواجه شدید یا اینکه وجود خدایی رو حس کردید همواره به شما احساس آرامش داده، این خیلی محترم و قابل قبوله. ما انسان‌های هوموسپینز از اون زمانی که به وجود اومدیم تا الان مسیر خیلی طولانی رو طی کردیم و تنها چیزی که باعث بقای ما شده هم فکری، هماهنگی، همکاری و همچنین سیستم فکری ماست. ما انسان‌ها الان به دلیل اون اختلافات تفکری و عقیدتی که در ما به وجود اومده، انسان‌های تنهایی شدیم، از هم فاصله گرفتیم و این فاصله ما رو در نهایت به انقراض خواهد کشوند. ما نیاز داریم در مورد مسئله اعتقاد به خدا و عقایدی که داریم با همدیگه مدارا کنیم و کنار بیاییم. و همه ما انسان‌ها باید یاد بگیریم که به اعتقادات همدیگه احترام بذاریم. ولی این احترام گذاشتن به اعتقادات همدیگه یه قانون دو طرفه است و هیچ دینی نمیتونه ما رو مجبور بکنه که اون روش‌ها، قانون‌ها و اعتقاداتی که در اون دین حاکمه رو بپذیریم. شاید خیلی از ما انسان‌ها اینجوری به قضیه نگاه نمی‌کنیم. شاید ما فکر می‌کنیم این تنها فرصتیه که به ما داده شده داریم توی این دنیا زندگی می‌کنیم. اصلا شاید ما یه محصول جانبی از آفرینش یه پدیده دیگه‌ای بودیم و اونقدر در سطح جهان وجود ما اهمیتی نداشته. موضوع اینه که واقعا خدایی تا حالا خودش رو به کسی معرفی نکرده. وجود این همه نابسامانی، وجود این همه ظلمی که از نمایندگان ادیان
به مردم وارد میشه نشون دهنده اینه که اگر خدایی وجود داشته باشه یا برای ما ارزش قائل نیست یا اهمیتی به ما نمیده یا این نیاز به وجود خدا یه باگ یا یه ارور در سیستم فکری و عقلی ماست. پس این حق هر یک از ماست که تصمیم بگیریم با اون مدت زمانی که در اختیار ما قرار گرفته که تو این دنیا زندگی کنیم چیکار کنیم و به چی فکر کنیم. منظور از این ویدیو این نیستش که من نظر خودم رو بخوام به کسی تحمیل کنم. این یه زاویه دیده که تجربه من و خیلی های دیگه ما رو به اینجا رسونده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. این سوال که آیا خدا وجود داره در طول تاریخ بارها و بارها توسط ما انسان‌ها پرسیده شده. انسان‌هایی که می‌ترسیدند و نیاز به حمایت داشتند یا اونهایی که سوالات زیادی داشتن و به دنبال جواب اونها بودند. روز به روز سیستم فکری و تخیلی و منطقی ذهن انسان پیشرفت می‌کرد و انسان هم برای اقناعی هیاهوی ذهنش نیاز به پاسخ داشت. از اونجایی که انسان‌ها دائما داشتن جلوه‌های مختلفی از طبیعت رو می‌دیدن، یعنی مثلا آتشفشان می‌دیدن، رعد و برق می‌دیدن، دریا و طوفان می‌دیدن یا مثلا با پدیده مرگ مواجه می‌شدن، قدرت‌های کنترل کننده عالم رو به این پدیده‌ها نسبت می‌دادن و این قدرت‌ها رو خدا می‌نامیدن و برای اینکه از شر اونها در امان باشن اون خداها رو می‌پرستیدن. یعنی یه جورایی بهشون رشوه میدادن یا اگه نیروی رو تصور میکردن که میتونه به اونها کمک کنه اون رو به عنوان خدا در نظر میگرفتن و میپرستیدنش. مثلا فرض اونها این بود که زمین یکی از خداهاست، چون بدون زمین گیاهی وجود نداشت و بدون گیاهان غذایی وجود نداشت. یا از اونجایی که در زمان اونها سفینه فضایی و تلسکوپ وجود نداشت، فرضشون این شد که اون بالا بالاها که بهش میگفتن آسمون باید یه خبرایی باشه و احتمالاً اون خداهایی که دارن دنیا رو کنترل میکنن اونجاها زندگی میکنن. بعد که بیشتر تخیل کردن به این نتیجه رسیدن که احتمالاً باید آسمون، یعنی همون جایی که خدایان داشتن زندگی میکردن، جای خوب و خوشی باشه، چون مسلماً خدایان هم مثل انسانهایی که قدرت دستشونه بهترین جا رو برای زندگی خودشون در نظر میگیرن. فکر کردن به اینکه توی آسمون میتونه چه زیبایی هایی داشته باشه و باید چه مکان جالبی برای زندگی باشه انسان رو امیدوار کرد که حتما باید یه راهی برای رفتن انسان به اون بهشت زیبا وجود داشته باشه و شاید حرکت در مسیر بهشت با انجام کارهایی میسر باشه که در ذهن اونها به عنوان کارهای خوب طبقه بندی شده بود. ضمن اینکه انسان برای خدایان ذهنی خودش هم خدا تصور کرد و اسمش رو گذاشت خدای خدایان. منطق انسان هم این بود که با وجود اینکه هر یک از این خداها قدرت بسیار زیادی دارن، اما بالاخره اونها هم مثل آدم‌ها احتیاج به آقا بالا سر دارن که اختلافات بین اونها رو برطرف کنه. خدای خدایان باید کسی می بود که قدرتش به همه خدایان دیگه بچربه. درک خط افکار دینی انسان‌ها در طی نسل‌ها کار سختی نیست. بر طبق مطالعاتی که در دانشگاه بوستون به عمل اومده، مشخص شده که اگر یک انسان امروزی هم در شرایطی قرار بگیره که ناگهان به طور کل تمام اطلاعات ذهنیش رو فراموش کنه و دیگه یادش نیاد در مورد خدا و دین چه نظری داشته، بعد از مدتی طبق منطق اجداد خیلی دور ما عمل میکنه و به دنبال پیدا کردن خدایی میره که ازش حمایت کنه و جواب همه سوالات اون رو بدونه. به هر حال پرستش خداهای مختلف برای قرنها بین مردم جهان ادامه داشت، یعنی مردم شرق و غرب و اقصی نقاط دنیا با وجود اینکه با هم ارتباطی نداشتن و از هم یاد نگرفته بودند همگی به همین شیوه عمل می‌کردند. هر قبیله و عشیره‌ای خدایان خودشون رو می‌پرستیدند و مراسم مذهبی خودشون رو اجرا می‌کردند و در بسیاری از این قبیله‌ها هم قربانی کردن حیوانات و انسان‌ها مرسوم بود. همونطور که میدونید سنت قربانی کردن همچنان در دنیای امروزی هم مرسومه. فرقش اینه که مدت هاست که دینهای استبدادی دیگه به شکل رسمی انسانها رو قربانی نمی کنند. احتمالاً از زمانی که قصه ابراهیم عنوان شد خیلی از کسانی که پیرو او بودند دست از قربانی کردن انسانها برداشتند، اما به هر حال قبل از اون تاریخ حتی خود ابراهیم هم همچنان به قربانی کردن انسان معتقد بود.
اینکه در زمانهای خیلی دور همه مردم یک قبیله باید خدایان مشترکی رو میپرستیدند ایجاب میکرد که در هر قبیله آخوندک ها یا به عبارتی پیشگوهایی وجود داشته باشند که با استفاده از ترسی که در انسان وجود داشت افکار دینی اونها رو کنترل کرده و اونها رو در اختیار بگیرند. در کل تاریخ همواره بهترین شیوه بهره کشی از مردم ترسوندن اونها یا استفاده از ترسای خود مردم بوده. روشی که حتی امروزه هم داره به بهترین وجه در بهره کشی از انسانها کارش رو درست انجام میده. با گذشت قرنها دائما خدایان مختلفی در ذهن پرستندگانشون از قدرت افتادن و همواره خدایان جدیدی جای اونها رو گرفتن تا اینکه کم کم ایده وجود خدایی واحد، کامل، نامیرا و همه چی تموم یعنی خدای یگانه در ذهن بعضی از دینداران جهان شکل گرفت که از جمله اونها ابراهیم بود. ابراهیم یکی از اولین کسانی بود که ایده وجود خدای یگانه یعنی خدایی بدون رقیب رو داشت و خدای یگانه را می‌پرستید. یکتاپرستان خدایی رو تصور کردند که همه چیزهای خوب در او جمع میشه. یعنی هر چیزی که از نظر اون انسان‌ها شریف، دوست داشتنی، کامل و زیبا بود، در وجود خدای یگانه اونها منعکس شده بود. به طوری که حتی خیلی از دیندارانی که طرفدار خشونت و آدمکشی بودند، این خشونت رو به عنوان یک مزیت در وجود خدای یکتای خودشون تصور می‌کردند. در تمام دورانی که انسان‌ها به دنبال پرستش خدایان بودند، روی این کره زمین انسان‌های دیگه‌ای هم بودند که دلایل دینداران برای تصور وجود خدایان یا خدای یگانه در نظرشون منطقی نمی‌آمد و قبول نداشتند که خدایی وجود داره. برای همینم بین گروه‌های دیندار و بی‌دین و حتی دیندارانی که خداهاشون با هم متفاوت بوده، در طول تاریخ کشمکش‌ها و جنگ‌های خونین بسیاری صورت گرفته که همچنان در دنیای به اصطلاح متمدن امروزی این کشتارها در جریانه و البته غالبا این دینداران بودن که بیدین ها یا کسانی که از نظر اونها بیدین بودن رو از بین می بردن و خدا ناباورها غالبا کسانی نبودن که به خاطر عقیده شون دست به کشتار بزنن. حالا از اونجایی که مردم دیگه خدایان مختلفی رو نمی پرستند و غالب فلاسفه در مورد خدای متعال یعنی خدای متعالی و خدایی که همه چیزهای خوب رو در بالاترین حد خودش داره صحبت کردند و از نظر خیلیا بر حسب دلایل ارائه شده اونها بوده که خدای یگانه اعتبار بیشتری گرفته، اجازه بدید در مورد حرف دینداران و معتقدین به خدای یگانه و فلسفه فکری اونها و همچنین حرف دل بیدین‌ها و فلسفه فکری خدا ناباوران صحبت کنیم. یکی از مباحث داغ در این زمینه مبحثی با عنوان طراحی هوشمنده. یه فیلسوف مسیحی و انگلیسی به نام ویلیام پیلی برای اثبات وجود خدا یه مثال خیلی معروف با عنوان قیاس ساعت ساز داره که خیلی ها از این مثال برای اثبات وجود خدا استفاده میکنن. به امثال این مثال ها میگن استدلال مقایسه‌ای. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید یه موقعیت الف وجود داره که شما در موردش مطمئن هستید و به یقین رسیدید. بعد میایید در مورد هر موقعیتی که فکر میکنید شبیه اونه همون حس و منطقی رو پیدا میکنید که نسبت به موقعیت الف داشتید. به عبارت دیگه شما میایید همون نتیجه ای رو که در مورد موقعیت الف گرفته بودید در مورد موقعیت های دیگه ای که فکر میکنید شبیه موقعیت الف هم میگیرید. خب حالا اجازه بدید ببینیم مثال ویلیام پیلی چی بوده. اون میگه فرض کنید یه هویی روی زمین یه ساعت پیدا کنید. چه فکری میکنید؟ آیا فکر میکنید که اون ساعت خودش همینجوری تصادفی و خود به خود به وجود اومده؟ یا اینکه اون همه پیچیدگی در ساختار ساعت هم نظرتون رو جلب میکنه و شما رو به این نتیجه میرسونه که یه نفر باید با ظرافت و دقت اون ساعت رو درست کرده باشه و ضمناً از درست کردن اون ساعت هم هدفی داشته؟ در این مثال منظور پیلی این بوده که این ساعت رو باید با اتفاقاتی که در طبیعت میافته مقایسه کرد و چون اون ساعت سازنده و آفریننده داره، هر چیزی که در طبیعت و دنیا وجود داره هم آفریننده و خدایی داره که اون خدا از به وجود آوردن هر چیزی هدفی داشته. پس از این مثال میشه اینطور نتیجه گرفت که خدا وجود داره. خدا باورها و دینداران میگن فقط کافیه یه ساعت رو با ارگانهای بدن انسانها مقایسه کنیم. قلب و ششها دارن مثل ساعت با همدیگه کار میکنن و مثلا عرق تولید میکنن تا بدن ما رو از گرمای خیلی زیاد محافظت کنن. با این سیستم غذایی که ما میخوریم هم در بدن ما تبدیل به انرژی میشه. در کل همه جای بدن ما فوق‌العاده کار میکنه. فقط هم موضوع بدن ما نیست. همه موجودات جهان دارن بر مبنای هارمونی و نظم
نظمی شگفت‌آور کار می‌کنند. این همه همکاری و هماهنگی و نظم در طبیعت موجودات جهان نمی‌تونه بدون طراح یا آفریننده انجام شده باشه. حالا خدا ناباورا چی میگن؟ اونا میگن این مثال ساعت اصلا قابل مقایسه با پدیده هایی که در جهان در جریانه و داره اتفاق میفته نیست. یعنی اون نظم و طراحی که در دنیا و طبیعت وجود داره اصلا شبیه به طراحی یک ساعت نیست. بنابراین این مثال برای اثبات وجود خدا مثال غلطیه و با این مثال شما فقط میتونید آدم های ساده رو متقاعد کنید. اونا میگن در اینکه ساعت طراح و آفریننده داره شکی نیست. حتی میشه ساعت رو باز کرد، تمام اجزاش رو هم جدا کرد و به دقت ریزه‌کاری هایی که در ساخت اون رعایت شده رو هم دید و کاملا قابل قبوله که سازنده ساعت از ساخت ساعت هدف داشته و کار ساعت این بوده که زمان رو نشون بده. اما سیستم بدن انسان با این شیوهی که یه ساعت رو میشه درک کرد اصلا قابل درک نیست. مثلا مگه نمیگید که هدف خدا برای آفرینش چشم این بوده که ما بتونیم ببینیم؟ اما سوال اینه که اون خدا چرا دقت نکرده که دید چشم ما نقطه کور نداشته باشه؟ یا مثلا دلیل آفریدن نوک سینه مردها چی بوده؟ دیندارا جواب میدن خب این که شما نمیدونید دلیل آفریده شدن بعضی از قسمت‌های بدن چیه نشون نمیده که آفرینش اونها دلیل نداره، بلکه نشون میده ما اونقدر دانا نیستیم که بدونیم دلیل اونها چیه. خدا ناباورها در جواب میگن شما با این حرف دارید استدلال خودتون رو رد میکنید. تمام ادعاهای شما در مورد وجود خدا بر این پایه است که آدم‌ها به دنیا نگاه کنن و هدف از آفرینش رو ببینن. این که ما به دنیا نگاه کنیم و ببینیم بعضی چیزا سیستم خیلی پیچیده‌ای دارن و دارن فوق‌العاده کار میکنن، بعد از طرف دیگه شاهد چیزهایی باشیم که به هیچ دردی نمیخورن یا حتی منبع ضرر و بیماری و درد و رنج هستن، نشون دهنده اینه که نمیشه سیستم دنیا رو با سیستم یه ساعت مقایسه کرد. این مقایسه غلطه. تازه این که شما خداپرستا بخواین برای همه اون چیزهای چرت و پرتی که توی دنیا وجود داره هدف بتراشید باعث نمیشه که اونها واقعا هدف داشته باشن. مثلا اگه از شما بپرسن هدف از آفرینش این انگشت اشاره چیه، ممکنه شما بگید باهاش میتونیم دستمون رو بکنیم توی دماغمون و دماغمون رو بگیریم، دقیقا هم اندازه سوراخ دماغمونه و کاملا میتونه اون تو بچرخه. اما آیا واقعا در دنیای طبیعت هدف از آفرینش انگشت اشاره دماغ گرفتنه؟ احتمالاً نه. برتران راسل فیلسوف انگلیسی میگه اگه از یه دیندار سوال کنید چرا دم اون خرگوش سفیده، جواب میده چون خدا خواسته ما انسان‌ها راحت بتونیم پیداشون کنیم و بهشون شلیک کنیم. این کنایه هم از اونجا میاد که در بیشتر منطقهای دینی تمام حیوانات جهان برای استفاده انسان خلق شدن. موضوع اینه که بعضی چیزا واقعا پیچیده و مفیدن و به نظر میاد هدفمند هم هستن، اما این دلیل نمیشه که ما با دیدن هر چیزی در موردش یه هدفی بتراشیم تا ثابت کنیم جهان هدفمنده، پس خدا یا همون آفریننده هم وجود داره. چون در این صورت این ماییم که خالق هدفهای جهان هستیم نه خدا. یعنی کلن اگه شما کسی باشید که فکر میکنید خدا چشم رو برای دیدن آفریده، باید به اینم باور داشته باشید که خدا انگشت اشاره رو برای گرفتن دماغ آفریده، دم سفید خرگوش رو برای اینکه راحت تر شکار بشه آفریده و نقطه کوری که در محدوده دیده چشمان ما هست رو هم خدا به این دلیل آفریده که ما با ماشین تصادف کنیم و بزنیم به اینو. اونا میگن نمیشه که ما بیایم اون چیزهایی رو که خوب کار میکنن دلیل وجود خدا بدونیم و چشممون رو روی اون چیزهایی که خوب کار نمیکنن یا بد کار میکنن ببندیم یا اگه لازم شد یه دلیلی براشون بتراشیم. خدا ناباوران در مورد نظم و ترتیب و ظرافت و پیچیدگی هایی که در طبیعت وجود داره نظرشون اینه که بیشتر از اینکه در جهان نظم وجود داشته باشه بی‌نظمی وجود داره. به خاطر وجود بی‌نظمیه که این همه موجودات متفاوت به وجود اومدن و قاعده‌ای که در وجود منظم و دقیق هر یک از موجودات جهان وجود داره ناشی از اون بی‌نظمی ذاتی در طبیعته. این انتروپی و بی‌نظمی در جهان یه قانون علمی کاملا شناخته شده است و بحثی در اون نیست. ضمناً حتما لازم نیست که خدایی وجود داشته باشه تا این نظم و پیچیدگی ها به وجود بیان. اصول و قاعده این سیستم های پیچیده بر اثر پدیده‌ای شکل گرفتن که در زبان علمی بهش میگن انتخاب طبیعی. با وجود درک پدیده دگرگشت که هممون میتونیم روزانه اون رو با چشمای خودمون ببینیم و درکش کنیم، دلیلی نداره که به ساعت ساز قادر و عادلی پناه ببریم که اهمیتی به صفاتی که دینداران بهش نسبت دادن نمیده.
دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی قرن 18 میگه اگه بخوایم مثال ساعت‌ساز پیلی رو جدی بگیریم، باید به این نتیجه برسیم که اون خالق و آفریدگاری که پیلی بهش اشاره میکنه، به نظر میاد اشتباهات خیلی خیلی زیادی داره. اشتباهاتی که فقط محدود به نقطه کور چشمان ما نمیشه. مثلا در مورد سیل، زلزله یا طوفان‌های خیلی خیلی وحشتناک. یا اینکه چرا بند ناف رو به شکلی آفریده که خیلی راحت میپیچه دور گردن بچه؟ یا چرا وقتی که پروانه ها از شفیره خودشون بیرون میان، باید ساعت ها صبر کنن و بی حرکت بمونن تا خیسی بدنشون برطرف بشه؟ اینجوری خیلی راحت به تومه تبدیل میشن. دیوید هیوم میگه جهان پر از بیرحمی، چیزهای مضحک، به درد نخور و مضره، و اینکه دنیا ناقصه دلالت بر وجود خالقی ناقص داره. پیشرفت تئوری زیستی دگرگشت و پیدایش هرچه بیشتر مدارک و شواهدی که همچنان این پدیده رو تایید می‌کنند، وزنه سنگینی در تایید استدلالات خدا ناباوران شده. البته اینطوری هم نیست که فرگشت با هیچ مقاومتی مواجه نشده باشه و کسی بهش ایراد نگرفته باشه. اما این اشکال تراشی از این تئوری قدرتمند از نظر علم اصلا چیز بدی نیست و کمک می‌کنه زوایای تاریک یا نادرست اون شناخته بشه و این تئوری در جهت مطابقت بیشتر با حقیقت اصلاح بشه. خب بریم سراغ نگاه دینداران. ریچارد سوینبرن، فیلسوف بریتانیایی، میگه اگه حتی احتمالی غیر از وجود خدا برای توضیح ساختار جهان وجود داشته باشه، باید اون احتمالی رو در نظر بگیریم که به نظرمون به حقیقت نزدیکتر باشه. یه جای دیگه هم میگه به نظر میاد که خدا دنیا رو ساخته و طراحی کرده باشه و از طریق فرگشت هم این کارو انجام داده. این قبیل استدلال‌های دینی و مدرن با عنوان برهان تنظیم دقیق شهرت دارن. اینجور استدلال‌ها بیگ بنگ و دگرگشت رو به عنوان حقایقی علمی قبول دارن، اما اصرار دارن که خدا بوده که شرایطی دقیق رو برای تحقق یافتن این رویدادها فراهم کرده و روند ساخته شدن جهان و دگرگشت تصادفی نبوده. حرفهایی هم که میزنن از این قبیله که اگه فاصله زمین تا خورشید یه ذره کمتر یا بیشتر بود، یا اگه ساختار اتمسفر یعنی جو زمین با اینی که الان هست فرق داشت، یا اگه مواد تشکیل دهنده اقیانوس ها غیر از چیزی بود که الان هست، زندگی نمیتونست در کره زمین ریشه بگیره. این خدا بوده که به دقت حواسش به همه چیز بوده. پس خدا وجود داره. از نظر خیلی از خداپرستان این استدلال‌ها خیلی منطقی تر از استدلال ساعت‌ساز پیلیه. شاید یکی از دلایلش هم این باشه که این ادعاها بیشتر از اینکه دم از قطعیت و حتمی بودن بزنن، در مورد اما و اگر و احتمالات صحبت می‌کنن. بنابراین به نظر میرسه که هم قابل قبول‌ترن و هم قابل دفاع‌تر. با وجود این ادعاها و استدلالها همچنان از نظر خدا ناباوران منطقی نیست. اونا میگن نمیشه که برای اثبات وجود خدا از اینجور احتمالات و اما و اگرها استفاده کرد. اگر در دنیا چند تا کره زمین داشتیم، اون وقت میتونستیم ببینیم که در شرایط متفاوت تو هر کدوم از اونها چه موجوداتی میتونن به وجود بیان و با طبیعت اونجا سازگاری پیدا کنن و دووم بیارن. یا میتونستیم بفهمیم هر کدوم از کره های زمین چه شرایط منحصر به فردی برای زندگی موجوداتشون میتونن ایجاد کنن. وقتی هیچ کره زمین دیگه‌ای برای مقایسه نداریم، میشه رو اینجور اما و اگرها حساب کرد. یعنی خدا ناباوران میگن همونطوری که اگر کره زمین یکم به خورشید نزدیکتر بود یا اگه یکم دورتر بود، ممکن بود شرایط حیات مهیا نشه. میشه این احتمال رو هم داد که اگر خدایی وجود داشت و بیشتر دقت میکرد، شاید میتونست با ایجاد تغییراتی مناسب تر در اندازه های زمین، خورشید و یا جایگاه های اونها، شرایط حیات موجوداتی به مراتب برتر و متعالی تر از امثال ما رو فراهم کنه. خلاصه کلام اونها یعنی خدا ناباوران اینه که نمیشه با اما و اگر وجود خدا رو اثبات کرد. مناظره ها و بحث های زیادی بین خداپرستان و خدا ناباوران در جریانه. در این بحث ها خدا ناباوران بعضی چیزا رو زیر سوال میبرن. مثلا داستان ها و قوانین حاکم در ادیان رو. یه سری از بحث ها داستان خلقت در ادیان رو زیر سوال میبرن. در بعضی دیگه از اونها وجود موجودی به نام شیطان زیر سوال میره. در موارد دیگه ای هم وجود بهشت و جهنم و اراده آزاد زیر سوال میره. یا در یه سری از بحث های دیگه صفاتی که به خدا نسبت داده شده زیر سوال میره. دامنه این بحث ها خیلی گسترده است و در صورتی که کسی درخواستی برای تهیه هر کدوم از این موارد داشته باشه، میشه برای هر کدومشون ویدیویی جداگانه تهیه کرد. خب خیلی متشکرم از این که از این کانال حمایت میکنید و با من همراهی کردید.
همه سفرهای بزرگ با قدم اول شروع میشن. قدم هامون در شناخت بیشتر و بهتر جهان هستی پایدار و روز و شب همگی خوش.